عرض ادب و سلام دارم خدمت یکایک شما عزیزایی که دارین این پست رو تماشا میکنین. خیلی خوش اومدید به کانال موزیک شهر. همونطور که میدونین امروز سیروان خسروی حدودا ساعت 5 عصر پستی در پیج شخصی خودش گذاشت و از کنسرت 23 بهمن ماه خودش خبر داد و همونطور که میبینین الان پیج سیروان خسرویه. من هرچی مثلا رفرش میکنم که ببینم سیروان استوری گذاشته یا اینکه نه، میبینید که هیچ خبری نیست. چون اگه خواننده کنسرت میذارن معمولا خودشون استوری میکنن، به دوستانشون میگن که کنسرتشون رو استوری کنن و از کنسرتشون به مردم اطلاع بدن، ولی همونطور که میبینید اینجا پیج سیروان خسرویه و هیچ خبری نیست از این داستانها. و اینم همون پست کنسرت هستش در واقع و میبینید که زده 23 بهمن ماه سالن برج میلاد، خرید از سایت ملوتیک و زده با حضور افتخاری زانیار خسروی. خب حالا من میرم توی پیج زانیار خسروی ببینیم که توی پیج زانیار هم همچین خبری هستش، اصلا زانیار استوری گذاشته یا اینکه نه. و اینم پیج زانیار خسروی، همطور که میبینین هیچ خبری نیست، زانیار هم نه هیچ استوری نه چیز خاصی هیچی نگفته. و حالا سر بزنیم به اینستاگرام سایت ملوتیک که برگزار کننده کنسرت ها هستش. همونطور که میبینین اینم صفحه اینستاگرامی ملوتیکی که توی استوریش از کنسرت سیروان خسروی خبر داده و گفته شروع بلیت فروشی از جمعه ساعت 6 برج میلاد تهران و همون چیزهایی که در واقع سیروان توی پست صفحه شخصی خودش گذاشته بود. بریم پایین تر پست رو ببینیم. همونطور که میبینید این صفحه ملوتیک در واقع کامنت های خودش رو بسته، یعنی ترس از این داشته که مردم بیان فوش بدن و بد و بیرا بگن و اینها، کامنت های خودش رو بسته. بریم صفحه آوای فروهر که کنسرت های سیروان خسروی، محسن یگانه، زانیار خسروی و بابک جهانبخش و خیلی از خواننده‌های دیگر رو برگزار میکنه. و اینم پیج اینستاگرامی آوای فروهره. همونطور که میبینید آوای فروهر هم همین کار رو کرده، دقیقا همین کاری که ملوتیک انجام داده و کامنت ها رو بسته، حالا ترس از اینکه مردم حالا بیان توهین کنن و بد و بیرا بگن، اینم کامنت ها رو بسته. و میریم پست پایین رو میبینیم، پست آهنگ جدید بهنام بانی هستش و هیچ ربطی نداره با اینکه کامنت ها بازه، ولی مردم فعلا اینجا چیزی نگفتن حداقل تا به این لحظه. اما بریم توی پیج سیروان خسروی و یکم کامنت ها رو بخونیم و نظرات مردم رو بدونیم. همه میدونیم از سر اجباره، دقیقا سیروان و زانیار کسایی هن که بازجویی شدن و تحت فشارن. عادی سازی، هشتگ عادی سازی دیگه. تو ثابت شده ای، فقط یه سری نمیخوان که بفهمن. دلمون برات تنگ شده ولی زبان مناسبی برای تجدید دیدار نیست. مگه الان وقت کنسرت؟ فقط به این فکر کنی چقدر توی مدت سیروان پشت مردم بوده و از طرفی کلی تهدید شده، بهش فشار آوردن. اگر به منطق و عقلتون رجوع کنید کاملا متوجه میشید که همه چیز اینجا اجباره. ما متوجه این پرچمت بالاست، کنسرتی که فردای 22 بهمن باشه معلومه چیه داستانش، از تاریخش مشخصه. کاش خودتو خراب نمی کردی پیش طرفدارات. از تو دیگه انتظار نداشتم سیروان، امکان نداره سیروان با خواست و ارادای خودش چنین کنسرتی رو گذاشته باشه. نکن این کار رو با خودت پسر. خب همینطور که میبینین یه سری از مردم پشت سیروانن، اما یه سری دیگه خب دارن میگن که خودتو به چی فروختی و نمیدونم چی و اینا. اگه شما بیاین پستای قبلیه سیروان خسروی رو ببینید، میبینید که دقیقا داستان از چه قراره و خودتون متوجه میشید که این کنسرت اجباریه. چون اگه خب و اونا میخوان در واقع به هدفشون برسن و خواننده رو بین مردم بدنام کنن، خب اگه اینجوری خب چرا راغب کنسرت نذاشته؟ خواننده‌ای که همیشه توی باشون بوده و در واقع، ولی میبینید که خواستن سیروان خسروی رو اینجا بدنام کنن و دارن یه جورایی به هدفشون میرسن، ولی یه سریام میدونن که داستان از چه قراره. امیدوارم که از این پست لذت برده باشین.
اما در کل میخواستم بگم که این کنسرت اصلا بوی کنسرت نمیده، یعنی هیچ شادی که اون کنسرت باید داشته باشه رو نداره. در واقع در کل مشخصه که سیروان خسروی خودش هم به این کنسرت راضی نیستش. امیدوارم که از این پست لذت برده باشین، کامنت بذارید راجع به این پست و نظراتتون رو بگید. پستی که واقعا نظرات شما خیلی تأثیر گذاره، حداقل برای من. همونطور که دیدی خب زانیار و بقیه هم اصلا هیچی نگفتن درباره این کنسرت و مشخصه که خودشون هم دلشون نمیخواد این کنسرت رو، و کنسرتی اجباریه. حالا بستگی داره دیگه به مردم. یه سری از مردم حالا فن پیج های سیروان خسروی هن که خیلی دوست دارن برن کنسرتش و کنسرتش رو قطعا از دست نمیدن. یه دستن که واقعا به فکر خوشگذرونی هن، یعنی هرچی باشه باشه دیگه، فقط باشه، فقط بریم و خوش باشیم و اینا، که اینا میرن قطعا. در کل دو تا سناریو و دو تا فکت هستش برای این کنسرت. یا میخوان سیروان خسروی رو بدنام کنن و سالن خالی باشه و سیروان از محبوبیتش در واقع فروکش کن، از محبوبیت سیروان خسروی، یا اینکه میخوان سالن رو سلدت نشون بدن و بگن که همه چی عادی و فلان و اینجور حرفا، و بستگی به مردم داره دیگه کلن. ولی این کنسرت واقعا بوی یک کنسرت خیلی خفن رو نمیده و بوی یک کنسرت شاد و اصیل رو نمیده. امیدوارم که از این پست لذت برده باشین، کامنتاتون رو بذارید راجع به این پست و این کنسرت سیروان خسروی، و کانال ما رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنون و متشکرم.